در ادامه برنامه صبح و زندگی با شما عزیزان هستم. ساعت دوم برنامه است و شما را خوش آمدید میگم به ساعت دوم برنامه. سلام و مجدد تقدیم میکنم به شما عزیزایی که تازه همین لحظه به صبح و زندگی پیوستین. ما را همراهی بکنین تا ساعت ده. داشته های جالب داریم که امروز هم خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم و موضوعی که امروز در صبح و زندگی انتخاب کردیم در رابطه با خوشبینی هست. شما هم میتونین نظر و دیدگاهتان را از طریق صفحه فیسبوک برنامه صبح و زندگی با ما شریک بسازین. رویا حتما نظریات شما عزیزان را در ساعت سوم برنامه به خانش میگیره. افرادی که خوشبین هستند به دلیل داشتن انعطاف‌پذیری بیشتر میتونن بیشتر موفق باشن، طول عمرشان بیشتر باشه و کمتر به امراض مثل افسردگی دچار میشن و اونا هم میتونن که مشکلات زندگی خود را موفقانه پشت سر بگذارن. در این قسمت از برنامه استاد بسیار محترم و عزیز با ما هستن، استاد شیرین سخن و خوشکلامی که همیشه در برنامه تشریف میارن و با انگیزه های مثبت که بر ما میتن همیشه ما را تشویق و حمایت میکنن و همکار همیشگی ما هستن. وقتی که گفتم شیرین سخن مطمئن هستم که هم شما بیننده های عزیز فهمیدین که مکی را میگم. استاد محترم وحید الله وحید با ما هستن، استاد دانشگاه که امروز در رابطه با موضوع برنامه خوشبینی همراهشان صحبت میکنیم. خوش آمدین استاد، صبحتان بخیر باشه و عید گذشتهتان هم تبریک باشه. سپاس. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نخست سلام، ادب و احترام حضور برادر بزرگوارم حاجی صاحب عزیز. سلامت باشین. علیکم سلام. دوستا بیننده خوب تلویزیون محترم آریانا، صبحتان بخیر. امید است امروز پنجشنبه در کنار فامیلتان خوشبخت سر حال باشین. قسمی که از عید نام بردین، بله عید گذشته به همتون مبارک، اطاعت و عبادت قبول. درست است که برنامه فوتبال وادار به این ساخت که کمی برنامه شما به تنگنا بره و شما هم دعوت کرده بودین مستقیم و غیر مستقیم، ولی روزایید طبعا برنامه فیفا یا فوتبال بود. به هر حال از اینجا به دوستای ما عید تبریک میگیم، عید گذشته، حتی به این نقطه بیان میکنیم که ماه شوال برشان مبارک باشه. سپاسگزار هستیم. بسیار خوشحال هستیم از اینکه باسم پس از ماه مبارک رمضان و پس از روزهای عید شما را در صبح و زندگی داریم. تشکر زیاد. قسمی که پیشتر هم به بیننده عزیز اشاره کردم، موضوع امروز ما خوشبینی هست. تعداد زیاد از افراد در مورد خوشبینی میفهمند، میدانند که خوشبینی خوب هست، ما باید خوشبین باشیم، افراد خوشبین موفق میباشند. اما خود خوشبینی چی هست و از کجا آغاز بکنیم؟ بله. که خوشبین باشیم. بسیار خوب. لطف داره نمیشه رستم عزیز، باز من برادر بزرگواری هستین و قابل قدر هستین. نه تنها شما خواهرای خوبیم مرسل جان و رویا جان و بخش کنترل رو و همکارای تکنیکی، هر کدامشان لطف و مهربانی دارن، از همیتون سپاسگزار هستیم. وقتی که میگیم خوشبینی، خوشبینی و بدبینی عادت های است که فرد از محیط کسب میکنه. یا تو بگیم که خوشبینی عبارت از هماهنگی فرهنگی اجتماعی که در راستای کار نیک یک فرد از خانواده، از جامعه، حتی از بین الملل به وجود میاره در یک ملت. خب میخوایم که شروع کنم از خانواده خوشبینی. وقتی که ما میگیم نظام نیمه بسته از خانواده، پدر و مادر نقش و مسئولیت و صلاحیت خود داره و جزء لینفک یک جامعه خانواده است، از این خانواده خوشبینی در فرزندها، در کودکها به وجود میاد. هر قسم الگو را والدین وقتی که به وجود میاره، فرزندایشان، کودکایشان، اطفالشان از او میگیرند. وقتی که ما میگیم که خانواده نقش خود دارن، الگو بردار هستن، فیلم بردار هستن، کامره را عکاسی میکنن، انمی فرزندا وقتی که در خانواده هر قسم رفتارها، سلوکها، عادتها، خوی و خصلت، اون بهیویری که در خانواده تبارز پیدا میکنه، اطفال از او الگو میگیره، از او نمونه میگیره، از او مثال میگیره، از او برداشت میگیره. پس در خوشبینی وقتی که صحبت میکنیم که از خانواده سرچشمه میگیره، چه قسم یاره تربیه میکنم، چه قسم یاره به اصطلاح پرورش میده، یاره چه قسم تعلیم و تربیه یاد میده. ولی صحبت از خوشبینی هاست، در اینجا مسائل روانشناسی خیلی دخیل است. یک فردی که خوشبین است، نه تنها که پیشتر شما در مثال سوال برانگیزتون افسردگی را نام بردین، شامل افسردگی نه، بلکه کاهش استرس، کاهش اضطراب، کاهش افسردگی، کاهش مانیا، کاهش وسواس، کاهش اجبار، کاهش شیزوفرنی، کاهش استری، کاهش سادیزم، امراض مختلف ای خوشبینی کاهش میده. دلیل بر چی؟ دلیل بر این که
میکانیزم دفاعی یا همو بدن انسان از خود مقاومت داره، مثل که یک فرد میوه میگیره، در میوه شما باز دکتر صاحب بزرگوار و قابل قدر هستین و خوب سلامتی را خوب پیش میبریم. بعض موارد که ما بیان میکنم مطمئن هستم که در او شما نقش کلیدی را ایفا میکنیم. سلامت باشید. هر میوه از خود یک تاثیر مثبت خود داره، ویتامین داره، پروتئین داره، گلوکوز داره، منرال داره. با می قسم بدن مقاومتش بالا میبره، میوه خوشبینی هم مقاومت بدنم بالا میبره در مقابل امراض، به اصطلاح مثل یک غذا عمل میکنه. عمل میکنه و دفاع سیستم دفاعی بدن مقاومتش بالا میبره. اگر فرد بدبین باشه و در بدبینی هم نامیدی رخ بده، فرد مثل که یک فرد آنتی بیوتیک و یا ادویه یا یک تابلت میگیره، در ضمنش خود تقویه نمیکنه، ضعیفش میسازه. خوشبینی هم فرد تقویت میکنم، نه تنها از نگاه ذهنی، پیشتر در تعریف یادآوری کردم، از نگاه اجتماعی، از نگاه دینی، یک فرد خوشبین است، امید داره. ما طریقه های مختلفی را داریم که یک فرد وادار به این میکنه که خوشبین شود. مثلا در زندگی هدف داشته باشه، پس این هدف تمرین کنه. ما هر لحظه با محصل ها سر و کار داریم، پس با محصل مثال میزنیم. ای محصل عزیز، نوع سرطان تو امتحان داری. شما اگر محصل شبانه هستین یا روزانه هستین، از تلویزیون محترم آریانا بشنوه. اگر خود در مدت امی یک سمستر، علل خصوص در 10 روزی که به امتحانت مانده و تو با هدف مطالعه داشته باشی و او را تمرین کرده باشی، مشق کرده باشی، خود به خود برات خوشبینی رخ میده. پشت ویترین 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت بعد نتایجت اعلان میشه، نتیجه خوب میگیری از تمرینی که انجام دادی، از هدفی را که دنبال کردی، پس به هدف میرسی. در ضمن از این کمی فراتر گام میگذاریم. شما ببین، من همیشه متوجه هستم با صحبت های سیاسی زیاد پی نمیبرم، اما با سطح جهانی شما ترامپ ببینین و کیم جون هون ببینین که رهبر کره شمالی، پس با خوشبینی تانستن و در آینده هم میتونن با میلیاردها دلار به وجود بیارن که در مقابل جنگ او را مصرف نکنن، ولی خوشبین بودن اردو به هدف رسیدن. او مثال خیلی بلند به سطح بلند جهانی، پس مثال متوسط در فاکولته و در پانتون، مثال کوچک در خانواده. وقتی که یک طفل، شما باید و برنامه تان است که بعدن شما اطفال هم میخواین، شما اطفال ببینین، اگر یارا شخصیت میتین، یارا ارزش میتین، دیگه طریقه خوب خوشبینی ارزش دادن به خود است. وقتی که یک فرد به خود است، امیل از شما خیلی لطف دارین، نه تنها شما، همکارای خوبتان. ما که داخل تلویزیون محترم آریانا میشم، که از امو دروازه داخل میشم، که یک نه تنها که به ما ارزش میده، در حقیقت به خود ارزش میده. این در حقیقت خوشبینی است. با می قسم پیش میریم از خانواده، مکتب، فاکولته، اجتماع، جهان، تمامش خوشبینی های را به وجود میاره. حال بفرمایید که چی نکته است. اشاره کردین در رابطه با خوشبینی و در تعریفتان هم در ابتدا گفتین که خوشبینی به نحو ما را تقویت میکنه به خاطر انجام کارها و فعالیت های نیک و در فعالیت های خوبی که انجام میدیم همیشه ما میتونیم موفق باشیم. اما اگر یک فرد به نحو خوشبین باشه و بخواد که یک عمل زشت را انجام بده یا هم یک عمل نادرست را بخواد انجام بده، آیا میتونه که این فرد هم خوشبین باشه؟ خوشبینی در موفق شدن از او چقدر میتونه رول مهم داشته باشه؟ با مقایسه فردی که در بدبینی و در رفتار زشت رفتار انجام میده، اون فردی که رفتار نیکو و نیک انجام میده، به مراتب تفاوت های زیاد داره. تفاوتش ای است که فرد در خوشبینی خود رفتار نیک انجام میده، به مراتب مقامش بالاتر است نسبت به فردی که زشت و در رفتار خود رفتار بد انجام میده. استاد، مثلا یک فرد تصمیم داره که یک کار نادرست انجام بده و خوشبین هم به ای است که او موفق میشه، آیا این فرد ما میتونیم خوشبین بگوییم؟ اتو حکم قوی کرده نمیتونیم که بله، به خاطر ای که یک سلسله تابلت ها به کار است که تا بتونه در کاتگوری خوشبینی بره. مثلا ما میگیم فرد خوشبین کسی است که با هدف باشه، فرد خوشبین کسی است که خود با ارزش و ارزش بته خود یا اعتبار بته خود، فرد خوشبین کسی است که مشق و تمرین در زندگی داشته باشه. این فردی که بتونه این روش ها را استفاده کنه میتونه در کاتگوری خوشبینی بره. اما
زیادتر ما همیشه یک خاصیت یا خصلت خود دارم، میگم همیشه مثالای مثبت در فامیلای گرامی که از این تلویزیون محترم آریانا میشنون، هر کس به خود نسبت بدم، در مثبت اندیشی فرد خیلی به هدف میرسم. و مثالای منفی که در لابلا مثلا که شما مثال منفی را ذکر کردین، اگر ذکر میکنیم فقط به خاطر فهم و دانش و یادگیری باشه. اگر ما یک فردم همیشه این نقطه را شما دقت و توجه دارین و دیگه هم دقت توجه داشته باشین، یک فرد که متهم به تنبلی و به ناکارا بودن و به غیر موثر بودن، او را به اصطلاح متهم بسازین، نسبت به ای که ای را ارزش بتین، کدامش زیادتر در زندگی خود خوشبین است؟ فرد است که ای را ارزش قائل شوین و بگوین که در یک کار خودت موفق هستی، ولی اگر فرد بگوین که ناکام هستین، تنبل هستین، متهم بسازین به جهتهای منفی، دیگه هم در رفتارهای از این رفتارهای نادرست و زشت دیگه هم تبارز پیدا میکنم. این هم تجربه جدیده یا تحقیق جدیده، یا ما که من حیث کوچک یا استاد روانشناسی در پنتون کابل هستم، این بر شما ما بیان میکنم که یک فرد رفتارهای منفیش بر رخش میکشی، رفتارهای منفی را در او جستجو میکنی، در سلوک از او بهبود نمیآید، بلکه سلوک یک فرد او وقت بهبود میآید که در او خوبی ها را جستجو کنید. معمول ازم که وقتی ما شما خو 100% خوبی ها دارید و قابل قدر هستین، همکارای خوبتون، خواهرای بسیار گرامی، خیلی زحمتکش، خیلی تلاش دارن، خیلی مسئولیت پذیر هستن، هر فردی که در زندگی خود بتونه سلوکای مثبت خود تبارز بده، نه تنها که در خانواده خوشبخت است، نه تنها که در صحتش خوشبختی داره، نه تنها که در جامعه خوشبختی داره، بلکه تمام ابعاد زندگی رو تحت پوشش قرار میده، میتونه با ملت ها، با کشورها سازگاری کنه. من پیشتر مثال خیلی سطح بالا را دادم، از خانواده به اصطلاح گام برداشتم، این رفتم به جهان رفتم. شما ببینیم چقدر انعطاف پذیری را در هر دو طرف به وجود آمد. و این نقطه رهبر کره شمالی و رهبر امریکا وقتی که صحبت میکنم به جهت مثبت ای را ارزیابی میکنم که این رهبر کره شمالی خیلی وطن دوست است، خیلی وطن خود دوست دارم، خیلی هوشیار است، خیلی خوشتب است، خیلی مذاقی است، خیلی. پس ببینین تانست که از جهت مثبت ای را وادار بسه. پس ما از این تلویزیون محترم آریانا برای دوستای خود بیان میکنیم که اطفالتان به نام نیک صدا کنین، طفلکت به نام نیک صدا کن، رستم عزیز به نام نیک صدا کن. وقتی که مثلا طفلکت است که احمد قند، یا مثلا یک نام بگی که من همیشه از خودت بشنوم. و گفتی همکارای من هست طفلک ندارم، انشالله دا آینده بخیر. همکارای دل غر لطف و مهربانی میکنه، خودت تصمیم قاطع داری. پس وقتی که خانواده را اطفال نازه به نام نیک صدا میکنی، در مکتب معلم صاحب شاگرد خود به شخصیت میده، در فاکولته مثلا ارزش میده، در وظیفه مثلا ما عامل عامر یا رئیستان هستم، ما در خودت یک خوبی ها رو میبینم، همکارای خوبی مرسل جان عزیزم یک کمی در این روزا کم رنگ معلوم میشه، خدا کنه که صحت مند باشه، یکم صحتش خراب بوده و دیگه زیاد یکم پرخوری کرده بود. تقریبا مسئله برجسته بوده. خب به هر حال، پس ما صحبت خود وقتی که از خوشبینی بیان میکنیم، هر کدامش بحث علایدی خود در خانواده‌ام داره، در جامعه‌ام داره، در اجتماع‌ام داره، در کشور و در سطح جامعه بین الملل داره. پس هر کدامش میتونه که ما را کمک بکنه. بله. جنبه‌های مختلف از خوشبینی هست که در هر عرصه زندگی خود ما میتونیم خوشبین باشیم و میتونه که ما را کمک بکنه تا حتی از خانواده آغاز بکنیم و بالاخره هم به سطح جهانی موفق باشیم. استاد، میخوایم بسیار کوتاه نکات را از شما بشنوم و هم پیامتون را داشته باشم در رابطه با افرادی که تا حال بدبین بودن و پس از این هم تصمیم گرفتن که به و خوشبین باشند و تمام زندگی خود را به طور خوشبینانه سپری بکنند. خب مرسل عزیز، خب روبرو حضور دارن و خواهر بسیار نیک است و رویا جان هم اون تو حضور دارن و همکارای خوبی ما. رستم عزیز، یک نکته را ما بر شما با وضاحت بیان میکنم. کی میخواهد که صحتمند باشه؟ آیا جواب منفی را کسی جواب میده؟ نه. کی میخواهد که موفق باشه؟ آیا کسی میگه که نه خیر هیچ کس؟ همه میخواهیم من موفق باشم. دقیقا. اما میخواهیم من صحتمند باشم. اما میخواهیم که من سر حال باشم، در اجتماع محبوبیت داشته باشم، از هنری خوب برخوردار باشم. رای آسانی چیست که در زندگی خود خوشبینی را پیشه بگیرم. بله. و این پیام هم در بر دارم و این یک نقطه علمی و اکادمیک خودم داره. نقطه علمی و اکادمیکش در این کدام نهفته است؟
یک فرد که از عقده و کینه و حسادت و بدبینی و نامیدی دور باشه، او فرد صحتمند است، در زندگی خود صحت برخوردار است و نعمت بزرگی را که خداوند به انسان عطا فرموده او صحتمندی است. او صحتمندی به زبان نیست که یک فرد بگه که من صحتمند باشم یا مریض باشم. صحتمندی خودش مهارت های خود را داره. یک مهارتش هم که خوشبینی است، در زندگی موفقیت به خود بیاره، در زندگی از عقده و کینه و حسادت دوری کنه، در زندگی بتونه زندگی صفا پر از مملو از محبت، دوستی، سرشار از لطف و مهربانی داشته باشه. امیل از شما برتون میگم تابلت خوبی تانه که در زندگی استفاده میکنید که تو جوان شما را نگاه کرد، اگرچه از من سنت کمی بلندتر است ولی جوان که هستی اینه می خوشبینید است که شما را وادار ساخته. سلامت باشین استاد، زنده باشین. برادر بزرگم هستین. مهربان هستین استاد. بسیار خوش شدیم از اینکه امروز شما را در صبح ها زندگی داشتیم. واقعا صحبتاتون خیلی عالی بود. سلامت باشین. وقت خوش باشه. وقتم کم است. مسئله گرامی، نام سرطان، امتحاناتتان است. از همین تلویزیون محترم آریانا در سایتتان بخوانید که نمرات خوب بگیرین، که در ویترین نمرات بالا داشته باشین، که دیگر مضمون هم بتانین به علاقمندی و به امید در سایتتان پیش ببرین. لطفاً در سایتتان خوب بخوانین که نمرات بالا بگیرین. تشکر استاد، سلامت باشین. بیننده های عزیز، در حال حاضر هم میریم به طرف میان برنامه بسیار کوتاه و در ادامه فراموش نکنین که رویا مهماندار هست، طفل بسیار با استعداد، همراهش هست عبدالله جان وفا که در رابطه به مسابقات ورزشی که داشته در رشته کرکت و تا حال هم تانسته 13 مدال به دست بیاره صحبت میکنن. حال شما و میان برنامه.